عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی 107 پارس. من احمد هستم با سلسله برنامه‌های فراخوانده شدگان در خدمت شما عزیزان هستم. فراخوانده شدگانی که در واقع از طرف خداوند فراخوانده شدند و گوش به این فراخوانی سپردن و با ایمان و اعتماد به خداوند در واقع قدم‌های ایمانشون رو برداشتن. فراخوانده شدگانی که نگاه به آینده، نگاه به ملکوت و نگاه به پادشاهی خداوند داشتن. خدمتکارانی که در زندگی هاشون و در زندگی زمینیشون با مشکلات زیادی برخورد میکردن، کسانی که با شک، با تردید، با چالش های متفاوتی زندگی میکردن، ولی همچنان در ایمانشون و همچنان در خداوند ایستاده بودن، چون که اون صدای خداوند رو خوب شنیده بودن، درک کرده بودن و در خداوند ایستاده و با خداوند راه می رفتن. امروز می خوام یکی از این فراخوانده شدگان رو به شما عزیزان معرفی بکنم. فراخوانده شده ای که در واقع مثل بقیه فراخوانده شدگان در پادشاهی خداوند زندگی کرد، قدم زد و به پیش رفت و می‌خوایم لحظه ای که این فرد فراخونده شد و کاری که انجام داد و با همدیگه بررسی بکنیم و یک نگاهی کوتاه و اجمالی به زندگی این شخص بندازیم. با همدیگه از کتاب پیدایش فصل 6 آیه 5 تا 9 با همدیگه می‌خونیم. و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است و بس. و خداوند از اینکه انسان را بر زمین ساخته بود متأسف شد و در دل خود غمگین گشت. پس خداوند فرمود انسان را که آفریده ام از روی زمین محو خواهم ساخت. انسان و چهارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان را، زیرا که از ساختن آنها متأسف شده ام. اما نوح در نظر خداوند فیض یافت. خب وقتی که به این آیات نگاه بکنیم، به این قسمتی که با هم خوندیم، بهتره که یکم به عقب‌تر از این در واقع این آیات هم یه نگاه کوتاه بندازیم. می‌بینیم که خداوند از یک گناه، از یک در واقع مشکل بزرگ آزرده شده بود و در سرتیتر در واقع این فصل 6 هم می‌بینیم که از یک طوفان صحبت میشه. طوفانی که قراره بیاد و طوفانی که قراره تمام این خلقت خداوند که به زیبایی و به آرامش در واقع خلق شده بود توسط خود خداوند از بین بره. وقتی ما نگاه بکنیم به زندگی افراد و اشخاصی که در اون موقع زندگی میکردن، انسانهایی که در کتاب مقدس جزو اولین اشخاص، کسانی که در کتاب مقدس اونها رو به ما معرفی کرده، میبینیم کسانی که به عنوان فراخوانده شده هستند در کتاب مقدس، خواهیم دید که خداوند اون افراد خاص و اون شخص خاص رو میبینه و در واقع اون شخص خاص و اون فرد رو برای ما در کتاب مقدس بزرگ میکنه و یه جورایی میشه گفت که فوکوس کتاب مقدس روی اون شخص هست.
دلیلش اینه که در واقع میخواد محبت خداوند به ما نشون بده، میخواد نشون بده که خداوند از اشخاص و از افراد متفاوت و مختلفی استفاده میکنه تا اینکه پادشاهی خودشو به پیش ببره، تا اینکه محبت بی‌دریغ خودشو نسبت به خلق خودش، نسبت به در واقع مخلوق خودش نشون بده. اینجا وقتی به این آیات نگاه میکنیم میبینیم که انسان در یک سقوط قرار گرفته، در یک سقوط و قهقرا، در یک سقوط و قهقرایی که در واقع با مرگ و با پلیدی و با در واقع زشتی رو به جلو هست و رو به فزونی هست و این مشکلات و این گناه داره تمامی دنیا رو میگیره. دقیقا مثل یک باد کوچیکی، نسیم کوچیکی که از یه جایی شروع به وزیدن میکنه و وقتی که در بین دره ها و کوه ها و جای مختلف در واقع این باد حرکت میکنه، سرعتش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و بعد در واقع به یک طوفان بزرگی تبدیل میشه، طوفان مخربی که در واقع تبعاتش همه جا رو نیست و نابود میکنه و این اسمش هست گناه. گناه چیزیه که رابطه ما رو با خداوند مخدوش کرده، گناه چیزیه که رابطه انسان رو با خداوند از بین برد، همون اتفاقی که در باغ عدن افتاد، همون اتفاقی که باعث و نتیجه یک انتخاب و نتیجه یک تصمیم نادرست انسان بود و بعد در واقع اخراج از باغ و اخراج از در واقع اون نیکویهای خداوند و در واقع میبینیم که اون رابطه که بین انسان و خداوند شکسته میشه. در همین آیاتی که با هم خوندیم در واقع خداوند میگه که این گناه و این عصیان بسیار زیادی بود و از کلمه بس استفاده میکنه، یعنی یه چیز 100%، یه چیز مطلق، یک گناه، یک سرکشی، یک در واقع چیزی که تمام دنیا رو در واقع تحت سلطه خودش گرفته بود. ولی خداوند ما خداوندی نیکوه، خداوندی پر از فیض و پر از رحمت و پر از راستی. اگه نگاه بکنیم به اولین آیات در واقع کتاب مقدس، اولین فصول کتاب مقدس، کتاب پیدایش، میبینیم که خداوند در یک نیکویی و در یک آرامش و در یک محبت مطلق در واقع این دنیا رو به وجود آورد، خداوند دنیا رو خلق کرد و میبینیم پس از هر مرحله‌ای که این دنیا در واقع خلق میشه خداوند میگه که نیکوست و همه چیز نیکوست و خداوند در این نیکوی مطلق و در این آرامش مطلق در واقع انسان‌ها رو به وجود میاره و خلق میکنه به شباهت خودش و دقیقا میبینیم روز ششم و آخرین مرحله و روز هفتم روز استراحت و روز آسایش و آرامش. اینها همه برای ما پیامی داره، همه برای ما همش یک پیام و یک مطلب خاصی رو میخواد نشون بده، این که خداوند نیکوست و هر چیزی که خداوند آفرید و هر چیزی که خداوند خلق کرد در نیکوی مطلق. خداوند شخصی نیست یا کسی نیست که در واقع به فکرش برسه یه دفعه یه چیزی رو همینجوری در واقع خلق بکنه
و بعدم به یه پشیمونی برسه، بگه خب پشیمون شدم از این خلقتم، پس الان نابودش میکنم، الان از بینش میبرم. شاید تجربه‌ای باشه که خیلی از ما داشته باشیم. خداوند که خداوند نیکو، خالق آسمان ها و زمین، همه چیزو با آرامش و نیکوی خلق کرد و در واقع انسان رو به عنوان کسی که شبیه خودش بود و به انسان در واقع یک قدرت خارق‌العاده داد و به انسان حق انتخاب و حق تصمیم گیری رو داد و انسان نیکو رو در واقع گذاشت تا خودش بتونه برای خودش و برای زندگیش انتخاب بکنه و انتخاب اشتباه که انجام گرفت. و خداوند نیکو و پرفیض، آیا خداوندی که در پیدایش ازش صحبت کردیم که با نیکویی همه چیز رو خلق کرد، آیا الان اخلاقیاتش عوض شده؟ آیا خداوند الان میگه که خب من دیگه تحمل نمیتونم بکنم، من عصبانی شدم، من باید بزنم همه چی داغون بکنم؟ نه، خداوند قدوس، خداوند نیکو در واقع همه چیز با نیکویی و با پاکی میتونه در کنار این خداوند و در حضور این خداوند قرار داشته باشه و برای همینه که خداوند در واقع داوری و قضاوت خودشو نسبت به گناه، نسبت به تمرد، نسبت به سرکشی با محبت در واقع میخواد نشون بده و با محبت در واقع میخواد خداوند این کارو به انجام برسونه. و برای همینه که در آیه 9 میبینیم خداوند میگه که نوح شخصی بود که فیض خداوند بر او قرار گرفت و خداوند اون نوح رو یک شخص نیکوکار دید و فیض خداوند و رحم خداوند بر یک انسان قرار گرفت تا در واقع تمامی انسان‌ها و تمامی خلقت در واقع بتونن نجات پیدا بکنن. خیلی زیباست این آیاتو وقتی ما میخونیم، میبینیم و بررسی میکنیم در جای جای کتاب مقدس، در واقع اون فراخوانی بزرگو میبینیم که خداوند همیشه منتظره که فرزندانش برگردن به سمتش. خداوندی که به خاطر ما، به خاطر من و شما در واقع فرزند خودشو روی صلیب برد تا این بار گناه، نقصان و اشتباه و این منجلابی که ما درش گرفتار هستیم و بودیم و قضاوتشو بر پسر خودش و داوری خودشو بر اون بذاره و من و شما امروز از گناه و در واقع سلطه گناه بر زندگی هامون آزاد بشین. حالا شما چه فکر میکنید در رابطه با خداوند؟ شما چه فکر میکنید در رابطه با این آیاتی که با هم خوندیم؟ شما چه فکر میکنید در رابطه با این چیزایی که با هم بررسی کردیم؟ آیا خداوند فصل 1 پیدایش با خداوندی که در این فصول با همدیگه مطالعه کردیم تفاوت خیلی زیادی داره یا نه؟ ما وقتی به در واقع جای جای این کتاب مقدس نگاه بکنیم، یک خداوند رو میبینیم، یک وعده رو میبینیم و یک شخص رو میبینیم که هیچ تغییری در اون شخصیتش در واقع انجام نمیگیره. خداوندی که همیشه وایساده و منتظر اینه که فرزندانش به طرفش برگردن، منتظر اینه که در واقع این فرزند کسی که فرزندانی که در واقع ازش جدا شدن و اونو ترک کردن اونو برگردونه پیش خودش. خدای محبت، خدای فیض، خدای پاکی،
خدای آرامش، همون خدایی که در پیدایش بود، همون خدا امروز در این قسمت از کتاب مقدس منتظره تا فرزندان خودش و خلقت خودشو از گناه نجات بده و از فراخوانده شدگان خودش استفاده میکنه. استراحتی کوتاه داشته باشین و در ادامه من در خدمت شما عزیزان خواهم بود. عزیزان، عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. با هم ادامه میدیم بحثی رو که شروع کرده بودیم در رابطه با خداوندی که با فیض، خداوندی که با رحمت و خداوندی که با محبت به فرزندان و به خلقت خودش نگاه میکنه. امروز میخوایم با هم زندگی نوح رو بررسی بکنیم، کسی که معنای لغوی اسمش آسایش و آسودگیه. اگه نگاه بکنیم به این معنای لغوی این اسم، ببینیم که خداوند میخواد اون آسایش و اون آرامش و در واقع اون نیکویی رو به خلقت خودش برگردونه. مخلوقاتی که در واقع پشت خودشونو به خداوند کرده بودن، مخلوقاتی که میخواستن خودشون برای زندگی خودشون تصمیم گیری بکنن، مخلوقاتی که حضور گرم خداوند و پدر رو در زندگی هاشون از دست داده بودن و خداوند نوح رو در واقع کسی میبینه که فیض خودش بر اون قرار میگیره. و اینجا میخواییم با هم فراخوانده شدگی نوح رو ببینیم در کتاب مقدس. در کتاب پیدایش فصل 6 از آیه 9 تا 12 در واقع کلام خدا اینجوری میگه به ما، میگه و این از تاریخچه نسل نوح. نوح مردی بود پارسا و در روزگار خیش بی عیب. نوح با خدا راه می رفت و نوح سه پسر آورد: سام، هام و یافث. باری زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود و خدا زمین را دید که اینک فاسد گشته بود، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. پس خدا به نوح گفت: پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است، اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد. در این آیات زیبا و پر مهر و محبت که با هم دیگه خوندیم، میبینیم خداوند اون نوح رو در واقع فرا میخونه و خداوند اون نوح رو انتخابش میکنه برای این فراخوانی و در واقع تصمیمی که گرفته بوده برای زمین به نوح ابلاغ میکنه. بسیار زیباست وقتی که از نوح صحبت میکنه در این آیات، میگه نوح کسی بود که با خداوند راه میرفت. نوح کسی بود که در واقع از خداوند جلو نمیزد یا پشت سر خداوند راه نمیرفت، کسی بود که با خداوند قدم میزد، کسی بود که در کنار خداوند قدم میزد. و این برای ما یادآور اون باغ عدنه، اون حضور زیبای خداوند با آدم و حوا زنش، که در واقع خداوند با اونها در باغ عدن قدم می زد
و اینجا خیلی زیبا کلام خدا ما میگه که در واقع نوح با خداوند قدم میزد. نوح کسی بود که در این دنیای فاسد، کسی بود که در این دنیایی که در واقع متلاشی شده بود و سقوط کرده بود، نوح تنها کسی بود که با خداوند راه میرفت و قدم میزد و فیض خداوند بر نوح قرار گرفت و خداوند نوح رو انتخاب کرد و خداوند در واقع نوح رو بهش یک مأموریتی داد. در ادامه این آیات و این داستان میتونیم مأموریت در واقع نوح رو ببینیم، کسی که فراخ شده بود، کسی که در این فراخوانی قرار گرفته بود. عزیزان، من خیلی دوست دارم این در واقع این فراخوانی عمومی رو تأکید بکنم توی این برنامه ها، چون که ایمان دارم این فراخوانی از روز ازل انجام گرفته توسط خداوند او تا امروز در حال ادامه هست و من و شما در این فراخوانی قرار گرفتیم و من و شما کسانی هستیم امروز که این فراخوانی رو در واقع دریافت کردیم و با اعتماد و با ایمان به خداوند میتونیم در اون قدم بزنیم. در ادامه آیات خداوند به نوح یک مأموریتی میده. خداوند به نوح میگه که یک کشتی بساز. خداوند به نوح میگه که یک کشتی بزرگ قاره پیما بساز تا هر کسی که در واقع میخواد نجات پیدا بکنه، هر کسی که فراخوانی و این پیام تو رو میشنوه و این در واقع پیام نجات رو میشنوه توبه بکنه و برگرده و نجات پیدا بکنه. اگه نگاه بکنیم به کشتی که خداوند دستور داده بود به نوح که بسازه، میبینیم یک کشتی بسیار بزرگی بود، نه در کنار اقیانوس بود، نه در یک جزیره بود وسط اقیانوس، بلکه در یک منطقه در واقع میتونیم بگیم خشک معمولی. حالا ما میتونیم فرض بگیریم کنار رودخونه زاینده رود که امروز خشک شده، یک نفر بیاد یک کشتی بسیار بزرگی بسازه. و وقتی که در حال ساخت این کشتی هست، هر روز موعظه بکنه، هر روز داوری خداوند رو اعلام بکنه، هر روز به مردم بگه که داوری خداوند قراره که اتفاق بیفته، بیایید و توبه بکنید و با توبه و با بازگشت داخل این کشتی بشید و همکاری بکنید با خداوند، با من همکاری بکنید برای این ساخت کشتی به عنوان کسی که فراخونده شدید تا از مرگ نجات پیدا بکنید، مرگ روحانی و مرگ فیزیکی، دوتاش اتفاق افتاده روی زمین. و نوح سالها، صدها سال در واقع شروع میکرد به ساخت این کشتی و هر روز موعظه میکرد کلام خداوند رو، هر روز از نیکویهای خداوند میگفت، هر روز از توبه و بازگشت میگفت. عزیزان ببینین، فیض خداوند رو اینجا میتونیم ما بسیار زیبا ببینیم. خداوندی که منتظر میمونه، خداوندی که پشت در قلبهای تک تک من و شما منتظر مونده، منتظر یک بازگشته، منتظر اینه که ما برگردیم، منتظر اینه که ما رو نجات بده. و نوح دقیقاً این کار انجام میداد و سالهای بسیار زیادی موعظه میکرد از نیکویهای خداوند، موعظه میکرد از آرامش و آسایشی که در خداوند میشه پیدا کرد، موعظه کرد بر کلام خداوند و موعظه کرد به اینکه توبه کنید و بازگردید. ولی متاسفانه خیلی ها گوش نکردن، میشه گفت تقریبا همه گوش نکردن به موعظه و به پیام نوح. و در آخر میبینیم که در این ادامه این داستان میبینیم که در واقع اون طوفان و در واقع میبینیم که اون داوری خداوند بر
زمین قرار گرفته. کلام خدا میگه که از زیر زمین، از تمام چاه‌ها، دره‌ها و عمق‌های زمین آب فوران کرد و تمام سطح زمین رو آب گرفت. زمانی که داوری خداوند جاری شد و اون وقت خیلی دیر بود برای کسانی که بخوان برگردن، برای کسانی که بخوان توبه بکنن. عزیزان، امروز برای من و شما این فرصت هست. امروز ما فرصت داریم، امروز ما میتونیم قبل از اینکه به اون روز آخر برسیم، قبل از اینکه به اون داوری برسیم، قبل از اینکه بخوایم از این دنیا بریم و بمیریم، در واقع توبه بکنیم و نجات خداوند دریافت بکنیم. آب همه جا رو فرا گرفت، سطح زمین رو فرا گرفت و 40 روز در واقع می‌بینیم غضب خداوند و داوری خداوند بر زمین و بر مخلوقاتش جاری شد. و در روز 40 در واقع نوح یک کلاغ یا یک پرنده رو به بیرون میفرسته که اگه این پرنده رفت بیرون و در واقع یک خشکی پیدا شد که نشست روش، در واقع متوجه بشه که آب فروکش کرده، ولی ببینه که پرنده در واقع برمیگرده. و روز بعد و روز 7 یک پرنده، یک کبوتر رو در واقع به بیرون میفرسته تا بر سطح آب و بر سطح در واقع آبهایی که از سطح زمین اومده و بالا پرواز بکنه و در واقع ببینه، پیام بیاره برای نوح و در واقع بگه که این، ببینه که این زمین آیا خشکی درش میشه پیدا کرد و آیا این آب فروکش کرده یا نه. و در روز 7 میبینیم که این پرنده میره و بر میگرده و در واقع پیام خوش در واقع نجات رو برای کسانی که در این کشتی بودن میاره. اون پرنده و اون کبوتر در واقع نماد زیبایی از روح خداونده، از روح القدس عزیز. در پیدایش فصل 1 میتونیم بخونیم و ببینیم که خداوند روح خودش رو بر سطح آبها قرار داد. و اینجا میبینیم که خداوند که میخواست آسایش و آسودگی برگرده به این زمین، در واقع میبینیم که اون پرنده و اون کبوتر، اون روح القدس بر سطح زمین پرواز کرد، بر سطح آبها پرواز کرد و نمادی زیبا از در واقع توبه، نجات و نمادی زیبا از اون آسایش و آرامشی که در باغ عدن ما داشتیم و در حضور خداوند داشتیم و تجربه میکردیم. و بعد از اون خداوند وقتی که کشتی به سطح خشکی رسید و نشست، خداوند به اونها گفت کثیر و بارور شوید. همون در واقع پیام و همون صحبت که خداوندمون در پیدایش و روزی که انسان و موجودات رو خلق کرد، خداوند گفت که بروید و بر روی زمین کثیر بشید و زیاد بشید. امروز عزیزان من، دوستان من، فراخوانده شدگان خوب خداوند، امروز اون کشتی نجات عیسی مسیحه، اون کسی که میتونه برای من و شما آرامش، آسایش و در واقع یک شادی و یک رفاه بیاره، اون خداوندمون عیسی مسیحه. ما امروز میتونیم خودمون تصمیم بگیریم و خودمون انتخاب بکنیم آیا ما میخوایم سوار این کشتی بشیم، کشتی که سکاندارش خداوندمون عیسی مسیحه، کشتی که خداوندمون عیسی مسیح اونو به جلو میبره، نه من و شما. دقیقا مثل همون کشتی که در واقع نوح ساخت و تعبیه کرد. امروز ما میتونیم تصمیم بگیریم، امروز ما میتونیم انتخاب بکنیم و خدای پرفیض و خدای
پرمحبت، همون جور که از نوح و از بقیه فراخوانده شدگان استفاده کرد تا در واقع محبت و فیض خودشو به همه بشر نشون بده، امروز منتظر من و شماست. امروز روز تصمیمه. اگه این پیام و این صحبت‌های امروز من مال شما بود، خواهش میکنم که لحظاتی زانو بزنید در حضور خداوند، لحظاتی قلبتون رو به خداوند قدوس بسپارید و در واقع این کشتی طوفان زده زندگیتون رو به دست خداوند بسپارید. ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان که با ما همراه بودید. خدا نگهدار همه شما باشد. Thank you.